مسیر تکامل تلفن همراه از گذشته تا آینده. سلام، به چینل نیلی تیوی خوش آمدید. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید. تلفن همراه امروزه مهمترین نیاز بشر در عصر تکنولوژی است که به طور حتمی نمیتوان از فواید و کارکردهای آن در زندگی مدرن و ماشینی چشم پوشی کرد، بخصوص در شرایط ویژه چون دوران شیوی کرونا که بخش قابل توجهی از زندگی و کار ما به همین تلفن‌های همراه برمیگردد. و قطعاً اگر این دستگاه نسبتاً کوچک با کارایی‌های بزرگش نبود، شرایط بسیار سخت‌تر شده و امکان انجام بسیاری از امور نیز فراهم نبود. اما تلفن همراه، این شی عجیب که شاید زمان کاملاً به دور از تصور و منطق بوده است، از چی زمانی و توسط چی کسی برای اولین بار ساخته شده؟ قطعاً تلفن‌های همراه اولیه ظاهر و ویژگی‌های تلفن‌های امروزی را نداشته و بسیار ابتدایی‌تر با ظاهر متفاوت مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. حتی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در دوره‌های مختلف تلفن همراه هیچگاه به اندازه امروز در دسترس همگان قرار نگرفته و در گذشته این دستگاه تنها متعلق به قشر خاصی بوده است. در ادامه این ویدیو علاوه بر پرداختن به تاریخچه ساخت و تولید گوشی‌های تلفن همراه، به نحوه تکامل و افزایش کارایی‌های این دستگاه طی سال‌های اخیر می‌پردازیم که شاید برای شما جالب باشد و باید آنها را بدانید. با چینل نیلی تیوی همراه باشید. اولین کسانی که به فکر ساخت تلفن همراه افتادند، شاید کسانی که پیش از این به دنبال نام مخترع تلفن همراه رفته باشند، اسم دکتر مارتین کوپر برایشان آشنا باشد. اما ما به کمی قبلتر از دکتر مارتین باز می‌گردیم، زمانی که سازوکار تلفن همراه برگرفته از رادیوی خودروها بودند و فقط انسانان در این چنین مکان‌هایی می‌توانست از تلفن‌هایی که معمولاً در بدنه ماشین نصب شده استفاده کند. تکنولوژی که در زمان خودش برای اولین بار توسط برادران گالوین عرضه شده بود. پل گالوین با ایده های جدید خود در ابتدا با ساخت رادیو در ایجاد راه‌های ارتباطی نقش داشت و از این توانایی خود در ساخت رادیوهای دو طرفه که قابلیت ارسال و دریافت پیام‌ها را داشت در دوران جنگ بهره گرفت و این کار را به سرعت تحت عنوان شرکت موتورولا در زمینه‌های مختلف گزارش داد. خوشبختانه پسر گالوین نیز پس از فوت پدرش این مسیر را رها نکرده و در این زمان شرکت موتورولا برای اولین بار موفق به ساخت تلفن‌های همراه شد که قابلیت دریافت پیام‌های متنی و پست الکترونیک را داشته و در صورت اتصال برای آنها توانایی دریافت پیام‌های بسیار بلند را نیز دارا بودند. مارتین کوپر اولین تلفن بیسیم به وزن 1 کیلوگرم. اما در اینجا نباید از نام مارتین کوپر، مهندس الکترونیک این شرکت، غافل شد، چرا که او اولین کسی بود که ایده ساخت گوشی‌های بی‌سیم بر اثر تماشای یک فیلم علمی و تخیلی به سرش زد و با جدیت در این کار سرانجام توانست این تخیل را بالفعل کند. بنابراین اولین مدل گوشی تلفن همراه بی‌سیم با نام دانیا TAS 8000X از سال 1983 و با قیمت جالب توجهی 3995 دلار به صورت تجاری در سراسر جهان به فروش رسید. تکامل بیشتر گوشی های تلفن همراه. پس از آن صنعت ساخت و تولید گوشی همراه ادامه پیدا کرده، به مرور تکامل یافته تر شد تا جایی که در اواخر سال 1980 قابلیت‌های چون ایجاد کد امنیتی، عملیات شماره تلفن، ذخیره کردن نام، شماره تلفن، ماشین حساب، ارسال و دریافت پیامک و ذخیره سازی تماس‌ها و شماره‌های تلفن از عجایب این تکنولوژی به شمار می‌رفت که برای بسیاری از مردم غیر قابل باور بود
البته هر یک از این قابلیت ها به طور ناگهانی و یک جا در تلفن های همراه ظاهر نمی شد. بلکه هر یک از انواع گوشی ها تنها برخی از قابلیت های ذکر شده را دارا بودند و توانایی ارائه تمام خدمات به طور همزمان وجود نداشت. با این حال جالب است بدانید تلفن لمسی نیز یکی از انواع ابتدایی گوشی های همراه بوده است. به این صورت که این تلفن ها علاوه بر تنظیم و نگهداری اطلاعات دارای کاربردهای متعدد مانند محاسبه، یادداشت برداری، بازی کردن، ضبط صدا و تصویر بوده است. تکامل تلفن های همراه و پیشرفت در زمینه تکنولوژی همچنان ادامه پیدا کرده و ارسال پیامک ها دارای شکلک، استفاده یک یا دو رنگ بیشتر در صفحه نمایش و مجهز شدن به سیستم مرورگر اینترنتی GPRS برای انتقال سریع داده ها، مدیریت اطلاعات شخصی، تقویم و مخاطبین نیز به قابلیت های ابتدایی اضافه شدند. استفاده از این نوع گوشی ها سالهای سال ادامه داشت و با وجود این که تلفن های لمسی با قلم های مخصوصشان نیز در تعداد و انواع محدود ساخته شده بودند، اما گوشی های تگمه‌ای معمول ترین گزینه برای استفاده مردم بود. نقطه عطف تولید گوشی های همراه با ورود گوشی اپل. اما می توان گفت نقطه عطف تاریخ تلفن های همراه به خصوص از نوع هوشمند با اولین تولید شرکت اپل با نام آیفون و با سیستم عامل iOS رقم خورد که با توجه بسیاری از سوی کاربران همراه شد. تلفنی که در عین ظرافت و زیبایی زمان خودش کاربرها و قابلیت های زیاد هم داشت. گوشه های امروزی با قابلیت های دور از تصور پیشینیان. اکنون با گذشت حدود 40 سال از زمان تولید اولین انواع گوشی همراه و همچنین گذشت بیش از 10 سال از تولید اولین تلفن همراه هوشمند، ما با انواع پیشرفته ای از تکنولوژی سر و کار داریم که به طور حتمی میتوان گفت که کمتر از نیم قرن پیش کاملا برای انسان دست نیافتنی به نظر می رسید. امروزه همه ما گوشی هایی در دست داریم که برخی از آنها با چند صد گیگ حافظه داخلی قادر به ضبط و ذخیره سازی اطلاعات زیادی هستند. امروزه آرزوی دور از دسترس مردمان دوره های گذشته به وفور در زندگی ما اتفاق می افتد. به طوری که می توانیم با تلفن های ما به هر جای دنیا سفر کنیم و هر کس و هر آنچه می خواهیم را به طور زنده و همزمان از طریق گوشی های همراه ما ببینیم. ارسال و دریافت اطلاعات با افرادی که از ما دور هستند و به شکل‌های مختلف قابل انجام است و لحظه های ما با وسیله بسیار کوچکتر از آن دوربین های بزرگ قدیمی اما با کیفیت بسیار بهتر تنها با یک اشاره به ثبت می رسند. سپاس از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید.